درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن درد من است. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و شادمان باشید. دوستان فرهیخته، ارادتمند همه شما در پیج اینستا و کانال یوتیوب کالج باستانی، همیشه پر انرژی باشید و کنار اونهایی که دوستشون دارید. گالیور هستم از پیج کالج باستانی و ادامه سلسله موارد تاریخ باستان ایران. در کلیپ قبلی دوستان راجع به حکومت هخامنشی مطالبی رو عرض کردم خدمتتون. از سری سلسله تاریخ و بازگو کردن اون میپردازیم به حکومت ساسانیان. دوستان عزیز، عرض کردم به صورت خلاصه یک کتاب رو در یک کلیپ 4-5 دقیقه‌ای، با توجه به اینکه میدونم دوستان فرصت خوندن کتاب رو ندارن، اومدم کتاب رو خلاصه نویسی کردم و به صورت یک کلیپ کوتاه خدمتتون عرض میکنم تا اطلاعاتی نسبت به تاریخ باستان ایران رو بتونم به زبان ساده و گویا تقدیم حضورتون بکنم، تا همه ما با تاریخ باستانی کشورمون آشنا بشیم. خب، تاریخ ساسانیان. دوستان، بعد از پیروزی اسکندر که حکومت هخامنشیان رو متاسفانه مغلوب کرد، خود اسکندر حتی در نحوه حکومت هخامنشیان تغییری نداد، یعنی همون روش و اسلوب هخامنشیان رو در پیش گرفت. بعد از اسکندر ساسانیان هم اومدن دقیقاً پیرو هخامنشیان، حکومتشون رو مبتنی بر قوانین حکومتداری هخامنشیان تبیین کردن. ساسانیان با مدت 2 قرن تیسفون رو مرکز حکومت خودشون قرار دادن، یعنی تیسفون پایتختشون بود. به مدت 200 سال تیسفون در ولایت پارت بود و مساحت تیسفون 58 هکتار بود که این شهر به صورت نیم دایره درست شده بود و 2 قوم بسیار بزرگ خدمتون عرض بشه که پادشاهی به نام کارن و سورن اومدن این سلسله رو بنا نهادن. خطشون خط پهلوی ساسانی بود و سکهشون هم سکه پهلوی ساسانی که در یک طرف اون آتشتان و در زهر سکه خدمت شما عرض بشه که تمثال پادشاه رو داشتن. مجلس سنا رو اونها بنیانگذاری کردند و از منابع مهم ساسانی میشه به تاریخ یعقوبی اشاره کرد. قصه برزویه طبیب در زمان ساسانیان بود. پندنامه زرتشت رو ساسانیان داشتن. همچنین سالنامه‌ای داشتن مختص خودشون، مثل تقویم الان ما. اونها هم یک سالنامه رسمی داشتن. نویسنده معروف اونها در زمان ساسانی ابن مقفع بود که اصالتاً زرتشتی بودن که بعد از اسلام به دین اسلام گرویدن. تجارت مهم اونها ابریشم بود و سرمه قیمت بسیار بالایی داشت که سرمه رو به چین صادر میکردن. مرجان، مروالید، قالیبافی و همینطور خرید و فروش مواد مخدر از تجارت ساسانیان بود. دین رسمیشون دوستان عزیز زرتشتی بود که بعد از دین زرتشت دین مانی اومد. یک نقم کوچولوی میزنم در رابطه با مانی. مانی یعنی حکومت نور و ظلمت یا خداوند و هیولا. بعد از دین مانی مزدک اومد
دقیقاً با همون هیولا و خداوند یا نور و تاریکی، اما اومد گفت که نور و تاریکی به صورت تصادفی در زمین پدیدار شده، که این میشه حکومت آیین مزدک یا خیر و شر به صورت تصادفی. از القاب مهم در دربار ساسانی تهم بود، یعنی قوی مثل تهمتن. مهرنرسه بود، یعنی هزار بنده، که الان هم بین اقوام افرادی رو داریم که سنشون بالا هست و اسمشون رو، اسم اون خانوم ها مهرنسا هست، که مهرنسه بوده، که مهرنرسه در زمان اسلام تبدیل به مهرنسا شد. هیربود بود، یعنی موبدان، و وربود بود، یعنی روحانی بلند مرتبه. وازاربود بود، یعنی بازاری خیلی قدر. و سپاهبود بود، یعنی کسی که فرمانده سپاه هست، که در زمان ساسانیان سیاوش سپاهبود بود. دوستان عزیز، در زمان ساسانیان خسرو پرویز اسبی داشت به نام شبدیز، که همه شما داستان اون رو میدونید، که عنوان کرد که اگر کسی خبر کشته شدن یا خبر مرگ اسبم رو بده، مطمئنن گردن اون رو خواهم زد. که متاسفانه اسب خسرو پرویز میمیره و کسی نمیتونه این خبر رو به خسرو پرویز اعلام بکنه، که باربود با آهنگی که مینوازه، خسرو پرویز میگه که اسبم مرد، که وزرا و افرادی که در اونجا بودن گفتن که ما نگفتیم، خبر رو ما به شما نرسوندیم، شما خودتون بودید که گفتید اسبتون مرده. و خسرو پرویز از کشتن شخصی که قرار بود خبر مرگ اسبش رو بده امتناع کرد. و درفش کاویانی بود. یک توضیح مختصر در مورد درفش کاویانی بدم. درفش کاویانی یک پرچمی بود از پوست شیر یا پلنگ به عرض 8 عرش در 12 عرش. هر عرش 104 زر ماست. در زمان ساسانیان بهش میگفتن عرش، که بعد از ورود اسلام عرش تبدیل به زر یا زرا شد. پس دوستان، درفش کاویانی 8 عرش در 12 عرش بود بر روی پوست شیر یا پلنگ. و خدمتون عرض بشه که یاقوت و مروارید و سنگ های بسیار گرانبها بر روی این درفش کاویانی زده بودند. حتی میگن که تلسماتی از اعداد و حروف هم بر روی درفش کاویانی نقش بسته بود، که به شخصی تهمتن و بسیار قوی میدادند که این درفش در پیشروی سپاه باشه، در جلوی سپاه باشه. و خدمت شما عرض بشه که این درفش رو تبرک میدونستند و وسیله‌ای میدونستند برای ظفر و پیروزی بر دشمن، که متاسفانه در حمله اعراب به ایران این درفش به دست زرار ابن خطاب میفته و این درفش رو به 30,000 درهم میفروشه. و بعد عمر خطاب این رو میخره، در حالی که این درفش کاویانی اون زمان چیزی حدود 2 میلیون درهم قیمت داشت، که این رو تکه تکه میکنه و میگه چون این جزء غنایم من بوده، من این رو بین افراد سپاه هم تقسیم میکنم. و سرنوشت درفش در بعد از حمله اعراب متاسفانه به این طرز غم‌انگیزی بین سپاه تقسیم شد. در یک کلام و خلاصه سلسله ساسانیان این بود که با پیروزی اردشیر ساسانیان حکومتشون شکل گرفت، در زمان شاپور به اوج رسید و متاسفانه در زمان
یزدگرد تحویل اعراب داده شد. امیدوارم هر جا که هستید ایام به کامتون باشه و این سلسله مراحل تاریخ رو اگر موافق بودید کامنت بذارید که من ادامه بدم یا ادامه ندم. دوستانی که موافق هستن بفرمایید ادامه بدم، به روی چشم ادامه میدم. اگر هم مورد پسندتون نیست بنده ادامه ندم. باز هم مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای شما دوستان عزیز. حق نگهدار.